سخنان آیت الله دست غیب در مورد حرام بودن دستمزدی که برای کتک زدن مردم گرفته می شود. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر با این بخش خبری از رسانه. با اخبار جمعه 27 خرداد ما از رسانه سبز ایران همراه شما هستیم و ما مهمترین عناوین خبری این بخش. آیت الله امجد نوشت دروغ و عوام فریبی ریاست می کند اما دریغ از یک فریاد. آیت الله ثانی گفت مروجین جهالت و نادانی دشمنان اسلام و بشریت هم. پیام رزمندگان سبز دوران جنگ به موسوی و کروبی به مناسبت روز پدر و برگزاری مراسم سوم خدا صابر با حضور مردم و نیروهای امنیتی. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار 27 خرداد ماه در خدمت شما هستیم. سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما عزیزان و اخبار امشب رو با سخنانی از آیت الله دستغیب آغاز میکنیم. آیت الله دستغیب گفت کسی که پول میگیرد تا دیگران را کتک بزند مال حرام به دست آورده است. به گزارش سایت حدیث سر آیت الله عظما دستغیب با اشاره به اینکه مال حرام تنها منحصر در کسب حرام نیست تاکید کرده که کسی هم که پول میگیرد تا دیگران را کتک بزند و رعب و وحشت ایجاد کند مال حرام به دست آورده و لقمه حرام خورده است. این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به سخنرانی ها و انتقاداتی که طی این دو سال نسبت به روند ایجاد شده در جامعه داشته خاطر نشان کرد بین خود و خدای تعالی در میان انتقادات هدفی جز عمل به تکلیف ندارم. فروبستن زبان از بیان حقایق و انتقادات شرک است. یعنی اگر به خاطر حفظ مرید و حوزه و مسجد و ریاست خود سکوت کنیم غیر خدا را لحاظ کرده ایم. وی در این بحث تأکید کرده بنده حتی قادر نیستم بدن خود را حفظ کنم. اگر چند نفر از همان به اصطلاح مخلصین بر سرمان بریزند و کتکمان بزنند یا مشتی به پهلویمان بزنند میمیریم. مانند خانم حاله صحابی که همینطور کشته شد. اما مهم نیست. اما نمیتوان سکوت کرد. سر و کار ما با خداست و باید فکری به حال بعد از مرگ بکنیم. وی با اشاره به این که اگر مردم از بزرگان دین و کشور عمل صحیح ببینند استقبال میکنند گفت آقایان باید زندانیان سیاسی را آزاد کنند، میر حسین موسوی و کروبی را از حصر درآورند و مطابق قانون عمل کرده انتخابات را به طور صحیح برگزار کنند. آیت الله امجد نوشت دروغ و عوام فریبی ریاست می کند اما دریغ از یک فریاد. این استاد اخلاق و شاگرد مرجع فقید آیت الله بهجت در پیامی به مردم مسلمان و شریف ایران با تشریح وضعیت فعلی جامعه اعلام کرد امروز بیقانونی و اعمال خودسرانه و حدک حیثیت مردم بیداد می کند و آنقدر رواج یافته که دیگر تعجب و تأسف مسئولان را بر نمی انگیزد. به گزارش سایت آیت الله امجد وی در این پیام اعلام کرده است مظلومان کشته می شوند، به حریم خصوصی و جمعی مردم تجاوز می شود، آزادی های قانونی و ابتدایی که حق اولیه هر انسانی است سلب می شود، ملال و افسردگی بر چهره پیر و جوان نشسته و مشکلات بسیار قربانی می گیرد، دروغ و عوام فریبی ریاست می کند اما دریغ از یک فریاد، یک همدردی و همدلی، عذرخواهی و تلاش برای تصحیح. این استاد اخلاق همچنین در این پیام نوشته است به خاطر مردم نجیب و بسیاری از جوانان ارزشمند و متدین و فهمیده که خواستار آزادی، عدالت و امنیت حق طبیعیشان هستند ناچارم در مملکت بمانم و الا ترک وطن کرده و عزلت می‌گزیدم.
آیت الله ثانی گفت مروجین جهالت و نادانی دشمنان اسلام و بشریتند. به گزارش سایت این مرجع تقلید، آیت الله ثانی خطاب به دانشجویان گفت تأکیدات فراوان اسلام بر فراگیری علم و دانش گویای این است که اسلام دین علم و عقل است، نه دین خرافات و موهومات. لازمه تکامل بشر علم و عقل است، نه جهل و خرافه، و به همین دلیل معتقدم مروجین جهالت و نادانی در طول تاریخ دشمنان اسلام و بشریتند، چرا که آنها نفع دنیای مادی و نیل به مقاصد پلید خود را در جهل مردم و ناآگاهی آنها جستجو می کنند. رزمندگان سبز دوران جنگ در نامه‌ای خطاب به رهبران محصور جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز پدر را به آنها تبریک گفتند. به گزارش کلمه در بخشی از این نامه که در روز ولادت امیر مؤمنان نگاشته شده است آمده بر مزار پدران شما بزرگواران در غیابتان حضور خواهیم یافت و پیام تبریک شما را با آنان خواهیم رساند. همچنین یاد شهدای جنبش سبز را نیز بر مزارشان گرامی می‌داریم. این رزمندگان سبز تأکید کردند که ندای قلبی و پیام سکوت رهبران جنبش را درک و همگام با دیگر مردان و زنان سبز ایران به راه آنان ادامه خواهند داد. همچنین در بخشی دیگر با اشاره به اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی ثابت کردند به دنبال عدالت و احترام به حقوق انسان‌ها هستند، خاطر نشان کردند اینها روش و مرامی است که امیرالمؤمنین مجری آن بود و تمام مردان آزادی جهان بدانها احترام می‌گذارند. مراسم سوم هدا صابر با حضور مردم و نیروهای امنیتی برگزار شد. به گزارش خبرنگار کلمه بیش از 2000 نفر در این مراسم حضور داشتند، اما در این حال حدود 200 نیروی امنیتی خیابان‌های اطراف را در کنترل خود گرفته و حدود 50 نیروی لباس شخصی نیز در داخل مسجد بین مردم پراکنده بودند. در این مراسم از چهره‌های شاخصی که حضور داشتند علاوه بر فعالان ملی مذهبی، احمد منتظری، محمد نوریزاد، سعید لیلاز، عبدالله نوری، فرشاد مومنی، محسن امینزاده، محسن آرمین، محمد رضا خاتمی، اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در زندان نیستند را میتوان نام برد. حنیف صابر، پسر شهید هدا صابر، به طور مختصر زندگی نامه پدرش را قرائت و اعلام کرد. به عنوان هدیه به پدر، امروز خود و برادرش شریف و سایر اعضای خانواده روزه گرفتند. بر اساس این گزارش در وسط مراسم فردی از بین جمعیت بلند شد و اعلام کرد که برای سلامتی زندانیان سیاسی صلواتی بفرستید که بلافاصله بازداشت شد. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. کارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی شهرستان کاشان نسبت به پرداخت نشدن 33 ماه حقوق معوقه خود اعتراض کردند. به گزارش اعتدال، این کارگران در روزهای اخیر با حضور در میدان ولیعصر و مقابل فرمانداری این شهرستان از فرماندار جدید که تنها چند روز از ورودش به این شهرستان می‌گذرد خواستند این مشکل را پیگیری کند. این کارگران معترض که تعدادشان حدود 300 نفر بود، همچنین با حمل پلاکارد‌های نسبت به 33 ماه تغییر در پرداخت دستمزدشان اعتراض کردند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین هم از تعطیلی کارخانه گوشت زیاران خبر داد. عیدعلی کریمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که آقایان برای تولید و اشتغالزایی عزمی ندارند، اما برای دادن 4 میلیارد تومان به کارگران و اخراج آنان پول کافی دارند. وی با اشاره به اشتغال حدود 110 کارگر در این کارخانه تصریح کرد سازمان خصوصی سازی که صاحب آن است 98 کارگر رسمی را بازخرید و 12 نفر آنان را که حاضر به این کار نشده بودند اخراج کرد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با بیان اینکه سازمان کار قزوین نظارگر اخراج کارگران گوشت زیاران بود، خاطر نشان کرد تمامی شرایط برای ادامه کار این شرکت آماده است، اما گویا عزمی برای ادامه کار این کارخانه وجود ندارد. نماینده بندر ترکمن گفت حوزه سلامت دچار شعار زدگی شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه سلامت در کشور گفت دولت شعارهای زیادی را در حوزه سلامت مطرح کرده است، اما این شعارها هیچگاه به مرحله عملیاتی شدن نرسیده و همین شعاری رفتار کردن مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است. محمد جواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار خانه ملت تأکید کرد در حال حاضر چون برخی موارد در حوزه سلامت متولی ندارد، باعث به وجود آمدن مشکلات و سختی در مردم شده است و در نهایت دود این مشکلات به چشم مردم خواهد رفت. سید اکبر روحانی از جوانان اصلاح طلب قم توسط ماموران لباس شخصی دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد. به گزارش جرس، ماموران امنیتی پس از بازداشت این فعال جنبش سبز به منزل پدری او مراجعه کرده و ضمن تفتیش منزل تمامی کامپیوترها و فایل‌های موجود را نیز با خود بردند. گفتنی است خانواده وی علی‌رغم پیگیری و مراجعه به ادارات مربوط هنوز جوابی از سوی مسئولان دریافت نکردند و مشخص نیست که وی در کجا و به چه علتی بازداشت و نگهداری می‌شود. مصطفی دانشجو وکیل دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی با اعمال نفوذ برخی مقامات از زندان ساری به اردوگاه معتادین منتقل شد. به گزارش تارنمای مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش نعمت اللهی، دانشجو که با شکایت ماموران اداره اطلاعات ساری و همکاری و همراهی مراکز قضایی با آنها به 7 ماه زندان تعزیری محکوم شده و بیش از 1 ماه از دوران محکومیت خود را در زندان ساری سپری کرده بود، به اردوگاه معتادین منتقل شد. بنابر این گزارش، دانشجو از بدو ورود به زندان در بند 5 زندان ساری که به بند مشاوره موسوم است، به زندانیانی که توان مالی نداشته و از داشتن وکیل محروم بودند مشاوره حقوقی داده و با تنظیم لوایح حقوقی موجبات آزادی شماری از آنان را فراهم آورده بود، اما به دلایلی نامعلوم در هفته گذشته مسئولان زندان ساری او را به بند 2 انتقال دادند. عباس امیریفر بلافاصله پس از آزادی توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دبیرکل جامعه موسوم به وعاظ ولایی و امام جماعت نهاد ریاست جمهوری که بیش از 40 روز از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران در بازداشت به سر برده بود، روز گذشته آزاد و بلافاصله از سوی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. گفته میشه عباس امیریفر در ارتباط با اتهام مربوط به سیدی موسوم به سوی ظهور بازداشت شده بود. لازم به ذکر است امیریفر بعد از برکناری استعفاگونه حیدر مصلحی در ماه گذشته قرار بود به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شود که در جریان چالش میان حامیان رهبری و دولتی ها همراه با گروهی از نزدیکان و حامیان طیف دولت سر از بازداشتگاه درآورد و به جریان انحرافی معروف شدند. به همت گروهی از هواداران جنبش سبز در جنوب کالیفرنیا، جلسه سخنرانی اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید برگزار خواهد شد. به گزارش تحول سبز، اردشیر امیرارجمند به عنوان سخنگوی این شورا سخنانی تحت عنوان تصویری از جنبش سبز و مسائل روز ایران خواهد داشت. ایشان در این جلسه به مسائل روز ایران، دورنمایی از تحولات پیش روی جنبش سبز پس از تظاهرات 25 بهمن 89 و تشریح مواضع این شورا پرداخته و در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهد داد. این سخنرانی روز شنبه 25 ژوئن در دانشگاه کالیفرنیای شهر ایروان UCI برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است. یک روز انتخابات، 2 سال بحران. هنوز رأی ها رو نشمرده بودند. بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88 چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت میکنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا.
و در ادامه مراسم بزرگداشت شهید هدا صابر در بند 350 زندانی اوین، احضار مجدد دکتر ابراهیم یزدی با اتهام‌های گذشته، اعلام تعطیلی نیمی از واحدهای صنعتی گاوداری و مرغداری به دلیل اجرای ضعیف هدفمندی یارانه‌ها و اعتراض عضو فراکسیون روحانیون مجلس به فرافکنی دولت مردان به جای پاسخگویی. زندانیان بند 350 زندان اوین با برگزاری مراسمی یاد هدا صابر، همبندیشان را که هفته گذشته به خاطر عوارض ناشی از اعتصاب قضا به شهادت رسید، گرامی داشتند. به گزارش کلمه، این زندانیان در این مراسم بار دیگر با یادآوری ویژگی‌های اخلاقی این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، یاد و خاطره اش را گرامی و در سوگ او عزاداری کردند. آنها در این مراسم تأکید کردند که هدا صابر در طول روز ساعتها به تلاوت قرآن مشغول بوده و یکی از با اخلاق ترین زندانیان سیاسی این بند محسوب می شده است. او دوست داشت نمازش را در حیات کوچک بند 350 بخواند و با پای برهنه در حیات زندان ساعتها به دعا و مناجات مشغول می شد. بیش از 60 نفر از زندانیان همین بند با ارسال شهادتنامه‌ای شهادت دادند که شهید هدا صابر در 8th روز اعتصاب قضای خود در بهداری زندانی اوین از سوی مأمورانی که حدس می‌زدند مأموران امنیتی و اطلاعاتی بودند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این زندانیان در شهادتنامه خود ضمن مسئول دانستن حاکمیت در شهادت هدا صابر تأکید کردند تا رسیدگی به این موضوع و تحقق حقوق شهروندی و التزام حکومت به قانون تا آخر ایستادگی می کنند. خانواده ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، از وضعیت سلامتی وی و احضارها و تهدیدهای نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کردند. به گزارش جرس، داماد وی گفته در صورت محکوم کردن به زندان راهی برای خاتمه دادن به زندگی وی خواهد بود. مهدی نوربخش با اظهار نگرانی از تهدیدهایی که پس از آزادی او اعمال می شود گفت: دکتر اگرچه از آخر اسفند ماه در خانه خودش زندگی می کند، اما مدام تحت فشار است. تمام رفت و آمدها و تلفن‌هایش کنترل می شود و در ضمن به برگشت به زندان هم تهدید می شود. تهدید تازه قوه قضاییه برای آقای یزدی این است که ایشان با همان 3 جرم قبلی دوباره دادگاهی شدند. در یکی از جلسات دادگاه هم شرکت کردند. جرم‌ها همان جرم‌های قبلیشان بود. تأسیس نهضت آزادی، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی. مهدی نوربخش گفت: نمی‌دانیم چطور می‌خواهند کسی را در سن 80 سالگی دوباره به زندان برگردانند. ایشان بیماری قلبی، فشار خون و بیماری‌های جانبی دیگری دارند. دکتر ابراهیم یزدی، عضو شورای انقلاب و اولین وزیر امور خارجه بعد از انقلاب، با 80 سال سن کهنسال‌ترین زندانی سیاسی در ایران به شمار می‌رود. او در روز جمعه 9 مهر 1389 به اتهام شرکت در نماز جمعه غیرقانونی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اما او که از کهولت سن و سرطان پروستات رنج می برد و تحت درمان بود، پس از مدتی از زندان به خانه امن منتقل شد و پس از آن در 29 اسفند ماه به منزل خودش بازگشت. با اجرای ضعیف هدفمندی یارانه ها، نیمی از واحدهای صنعتی مرغداری و گاوداری تعطیل شدند. به گزارش خانه ملت، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی با اعلام این خبر گفته است تعطیلی این واحدها افزون بر وارد آوردن آسیب‌های جدی به تولید بخش کشاورزی و دامداری، زندگی بسیاری از خانواده‌های کارگری را در سال جهاد اقتصادی با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده مردم انتظار دارند در سال جهاد اقتصادی سطح کیفی بالاتری در زندگی تجربه کنند، اما متاسفانه اجرای ناهماهنگ و ضعیف قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شده است که بسیاری از خانواده‌های کارگری در کشور شرایط دشوارتری از گذشته را بگذرانند. وی با بیان اینکه تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور افزون بر بیکاری جمعیت بزرگی از کارگران، کاهش میزان تولید را به همراه خواهد داشت ادامه داد. کاهش تولید به معنای افزایش میزان واردات به کشور است و این مسئله ای است که پایه‌های توسعه
تولید را در کشور از بین میبرد. عضو فراکسیون روحانیان مجلس اعتراض کرد. پس از 6 سال دولت مردان به جای پاسخگویی فرافکنی میکنند. به گزارش خانه ملت، علی بنایی با اشاره به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر مستند نبودن 400 تذکر نمایندگان مجلس گفت پس از گذشت 6 سال از فعالیت دولت، دولت مردان به جای پاسخگویی دست به فرافکنی میزنند. در واقع نامبرود خواندن تذکرات نمایندگان بیتوجهی دولت به تعهدات قانونی است. وی تأکید کرد تذکرهای نمایندگان ناشی از تقاضاهای شخصی نیست. دلیل اصلی تذکرها را باید در عدم اجرای قانون از سوی دولت و تضییع شدن حقوق مردم جستجو کرد. راه یافته قم به مجلس این گزارش دولت را واکنشی نسبت به انتقادهایی که نمایندگان به دولت وارد کردند می‌داند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پایان تأکید کرد مردم پس از گذشت 6 سال می‌خواهند نسبت به عملکرد دولت آگاه شوند، اما متأسفانه حالا که نوبت به پاسخگویی رسیده، دولت مردان در تلاش هستند به جای پاسخ دادن سایر افراد را مسئول بدانند و با فرافکنی رهایی موقت از تذکرها را یافته و مردم را برای کوتاه مدت قانع کنند. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما را همراهی کردید. تا فردا شب خدا یار نگهدارید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.